خب بذات هشم یورد آ فصل 68 صحیفه خط پراسوت هارگل پاچه گاو شنیم لخوب بقلیپاتان که نمک شدن با پوست با اون سم. اینجا قلیپاتان منظور سمه. ولو خاتخ روشان و نبورید سرشون ها لونه سرو آسور نشدن. ببینید ما جلسه گذاشتم توضیح دادیم، گفتیم پاچه گوساله یا گوسمن حتما باید قبل از آب و نمک کردن، یعنی که رو آتیش بذاریم، حتما باید سر سمها زده بشه، یعنی که سم باید با تبر جدا بکنیم، بعد بیایم و بشونیم و نمک بکنیم. این خیلی مهمه. اگه حالا یکی اشتباهن نیمد مثلا از سر سمها را بزنه که وقتی آب و نمک میکنه اینا جاری بشه این خونا، خب ببینید دلیلی که ما میایم سر سمها را میزنیم بعد میایم میشوریم و نمک میکنیم اینه که این خون بتونه بیرون بیاد از اون داخل سمها. پس اگه نزدیم سر سمها را و اومدیم و شستیم و نمک کردیم خونا نتونسته بیرون بیاد، ولی با این وجود بدیعوت آسور نشده. پس بدیعوت نمره 10، اگر کسی اشتباهاً حواسش نبود اومد و بدون اینکه سر سمهای پاچه گوساله را بزنه اومد و اون پاچه را شست و نمک کرد، بدیعوت آسور نشده و اون پاچه میشه استفاده بکنیم. اما حگا اشکنازی ها میگن به یه شسریم و بعضی آسور میکنن منشه به تو خطلی پا، چیزی که داخل اون سمه، یعنی تلافعیم اول هشعان مطار اما بقیهش مجازی، یعنی اشکنازی ها اون داخل سمه آسور میکنن. پس طبق ماران بدیعوت داخل سمه هم اگه یکی اشتباه سر سمه را نزده بود و اومد شست و نمک کرد کاشره، ولی بر طبق اشکنازی ها اون چیزی که داخل سمه هست آسوره و بقیهش مجازه. و هخی ناهوک و طبق اشکنازی ها این گونه هم رسمه. ایم هیتمینام برمس. خب اگه اومد و پنهان کرد اونها را تو زغال، اول به خاروخ سار اما برای اینکه جدا کنه موها را به صورت معمول شمع اویرو که اونا عبورش میده بر روی آتیش اومشنم قمو و تغییر میده مکانش همیشه، همه مجازه. این هم گفتم خدمتتون جلسه گذشته، شما حتی اگه میخواید بیاید و بذارید رو آتیش یا پاچه را میخواید موهاش را رو آتیش کز بدید یا مثلا پرندگان را یه مقدار پر مونده میخواید رو آتیش بذارید کز بدید، دقت کنید که اول خوب آب و نمک بشه بعد بیاید و رو آتیش کز بدید، به خاطر اینکه خیلی موقع ممکنه دمای آتیش خیلی بالا باشه و اون خونه را به این شکل میپزونه، یا اینکه بعد تون تون این ور اون ور بکنیم رو آتیش، ممکنه یکی دقت نکنه تو این مورد. بنابراین حتما قبل از کز دادن رو آتیش شما دقت بفرمایید که اول خوب شسته بشه و نمک بشه بعد رو آتیش بذاریم و همینطور سر سمها هم باید زده بشه. خب میریم ادامه. بر صحیفه تت هم لازم نیست بخونیم، میریم صحیفه یود. خلاصه صحیفه تت اینا میگه که شما باید دقت کنید که قبل از رو آتیش گرفتن، ببینید ما گفتیم اگه گوشتا یا مرغا نخواستیم نمکش کنیم و خواستیم بخوریم میتونیم رو آتیش بگیریم و بخوریم، البته باید حتما نیغور بشه، یعنی رگ و پیش گرفته بشه، ولی باید دقت داشت که جایی که خون روشه بشوریم. مثلا گردن رو خواستیم کباب کنیم حتما بشوریم اون خونایی که رو گردنه و بعد رو آتیش بگیریم، که واضحه. خب صحیفه یود. این ملگیم گداییم اطلاییم، یعنی نمیان در آب جوش بذارن. گداییم اطلاییم یعنی بزغاله و گوسفندا و افوت و پرندگان را بکلیریشون، در کلیریشون. ببینید قبل از آب و نمک شدن آسوره که گوش تو آب جوش بره، الا اینکه مگر اینکه نیقر ات هخلف، یعنی بیاد و نیغور بکنه پی و نمکشون بکنه مطابق قانون. پس شما قبل از نمک کردن و قبل از نیغور کردن آسوره که گوشتا در آب جوش قرار بدید. و خیل لو یاره علیهم و همچنین نریزه بر اونها می کلیریشون از کلیریشون و ایم ایرا و اگه ریخت دعی کافی بیقلیپت ها اور در پوست کندن یک پوست و این روش ها اوف و اگه سر پرنده از بالا باشه کشم آره آلاف هنگامی که میریزه بر اون این ساریخ قلیپا لازم به قلیپا نداره. چی شد؟ ببینید پس قبل از نیغور کردن یعنی پیاشا گرفتن
و قبل از شستن و نمک کردن آسوره که ما گوشت در آب جوش بذاریم یا حتی آب جوش رو گوشته بریزیم. اگه یکی اومد و آب جوش ریخت روی گوشتی که هنوز آب و نمک نشده، به اندازه یه پوسته روی اون گوشته آسور میشه. به عنوان مثال، مثلا فرض کنید شما اومدید تو خونه مرغ خریده بودید، میخواستید مرغا را بشورید، اومدید آب باز کردید، آب گرم کن بود و آب داغ ریخ رو گوشتا، ریخ رو مرغا، به اندازه یه پوسته باید حتما از اون مرغ جدا بکنید یا از اون گوشته جدا بکنید، به خاطر اینکه آب داغ روش ریخته شده. پس اگه آب داغ روی مرغ یا گوشت ریخته شد، باید حتما به اندازه یه کده قلیپا، به اندازه یه پوسته روی اون گوشت یا مرغ جدا بکنیم. حالا جالب اینه که اگه یه مرغی با پر بود و آب جوش ریخ روش، این مجازه، لازم به قلیپا نداره. به چه شرطی؟ به شرط اینکه سر اون مرغ بالا باشه. ببینید وقتی سر مرغ بالا باشه، اگه شما رو پراش آب بریزید، پرا جذبش نمیشه، آبا لیز میخونه رو پرا میریزه. پس اگه مرغی با پر بود و آب جوش روش ریخته شد، لازم به کده قلیپا هم نداره. چرا؟ به خاطر، البته به شرط اینکه سر مرغ بالا باشه، چون وقتی آب جوش ریخته بشه رو این پرا، پرا اون آب جوشه را لیز میدن به پایین و دیگه به اندازه کده قلیپا لازم نیست که از اون مرغ جدا بکنیم. هگا ولو میقره ایروی، و خونده نمیشه ایروی، آب جوش ریختن، الا کشلو پاسق، مادامی که قطع نشده اون قیلو وخ، اون فوران از کلی ریشون، کشنا گلمت تا هنگامی که برخورد میخونه به پایین. اما اگه قطع شده کوار قبلن، دیگه خونده نمیشه ایروی و اینو اصر و آسور نمیکنه. یعنی ببینید تمام این چیزایی که ما گفتیم، اگه آب جوش ریخ رو گوشت به اندازه کده قلیپاش آسور میشه، زمانی که آب جوشه مستقیم میریزه. اگه آب جوشه وسطش قطع میشه، مثلا فرض کنید توی ظرف دیگه ریخته میشه یا وسطش قطعی میشه بعد به گوشته برخورد میکنه، این آسورش نمیکنه. خب یود آلف رابطه افینو و کلیشنی. یود آلف فصل 68. حتی در کلیشنی یه شمرین، بعضی میگن که شلو یملوک نباید کز بده، ولی اگه ملیگا کرد مطار مجازه. یعنی ببینید حتی تو کلیشون، مثلا آب سماور رو شما بریزید توی ظرف دیگه، اون ظرف دوم میشه کلیشنی. حتی تو کلیشنی هم نباید بیاید گوشت و مرغی که هنوز نیقور نشده یا آب و نمک نشده را بذارید داخلش. اگه یکی اشتباهن انجام داد، بدیعوت کاشره. ما گفتیم که حتی تو کلیشنی ظرف دوم هم نباید گوشتی که میغور نشده یا آب و نمک نشده را قرار بدیم، ولی اگه یکی اشتباهن انجام داد، میگیم بدیعوت کاشره. خب حقا دقیق مالان که واضحه برا ما، کلیشنی انومه وشل نمیپزونه، افیلو حیات سولدت بو، حتی اگه دستا بسوزونه. پس کلیشنی حتی اگه دستا بسوزونه، اینقدر گرمی که دستا بسوزونه، بیشول نداره، نمیپزونه. ولاخن نهگو، بنابراین رسم به ایلو همه دینوت در این کشورها، شلو لیملوگ که اصلا ملیگا نکنن، شوم داوار هیچ چیز یا رق اخر ملیخا، فقط بعد از نمک کردن، میهو با این وجود لیخبود ارخیم برای کابود مهمونها یا سرخ شبات، مجازه که قرار بده بکلی شنی حتی لخطخیلا. خطیخا تیکه ملعا قرخ و کفور، یعنی تیکه یخ و تگرگ، به خاطر اینکه لمهر جلو بندازه اون نمک کردنشا. به تو و خوبه که لیظاهر مواظب باشه لخطخیلا، شلو لحنی خود که قرار نده رخ، فقط به من ایمشن حیادات سندت باهم، به آبی که دستا نمی سوزونه و فرق نداره چه کلی سفالی خرس یا کلی نخوشت مسی یا سایر کلیم در مورد کلیشنی. خب یه بار دیگه توضیح میدیم. ببینید ما گفتیم باید دقت داشته باشیم که تا وقتی که نیغور نشده، یعنی پی و رگهای مرغ و گوش گرفته نشده و همینطور آب و نمک نشده، آب داغ برخورد نکنه به گوشت. اگه برخورد کرد از کلیریشون، باید به اندازه کده قلیپا جدا کنیم، به اندازه یه پوسته. اگه کلیشنی بود، گفتیم بدیعوت کاشره و کده قلیپا نمیخواد، حتی اگه دستا میسوزونه.
ولی خب اگه دستان نمی‌سوزونه که خیلی قانونش سبک‌تر میشه. خب یه موردی که باید دقت داشت، بعضی حالت‌هاست که کلیشه‌نی حتی اگه آب گرمم باشه ما میتونیم زود بشوریم گوشتا برای سرخ شباد یا سرخ ارخی مهمون‌ها. البته خوبه که اگه آبمون داغه و میخواییم گوشتا بشوریم چند تا تیکه یخ زود بندازیم داخلش اگر عجله داریم که دماشا بیاره پایین و اون موقع گوشتا یا مرغا با اون آبه بشوریم. خب یه نکته بگم، چون اینا چند روز پیش یکی از عزیزانم پرسیدن، مهمه که ببینید گوشت وقتی در حال یخ زده هست، گوشت یخ زده را شما نمیتونید بیاید بشورید و نمک بکنید، چون نمک زمانی که گوشت یخ زده قدرت این که خونها را بیرون بیاره نداره. دقت کنید که گوشتتون یخ زده نباشه و اونا بیاید و بشورید و نمک بکنید، این مهمه. خب بریم سایفه یود بت. و این مالک اوبت کخاویم او شیفخا. اگه آب جوش ریخت اوبت کخاویم، یه بت پرستی یا یه کنیزی که تو خونه اسرائیل بود، افوت پرندگان را ولو را آه اسرائیل و اسرائیل ندید که کلیریشون بود یا کلیشنی بود. ببینید شما این خدمتکار گوی دارید، اومد و آب ریخ رو اینا، حالا شما نمیدونید این آب جوشه کلیخته رو گوشت و مرغ شما از کلیریشون ریخ یا کلیشنی ریخ. گفتیم اگه کلیریشون باشه کلی قلیپا اسور میشه، اگه کلیشنی باشه بدیعوت کاشره. حالا نمیدونیم اوبت کخاویم کدوم ها ریخته. ایم اوبت کخاویم اگه غیر اسرائیله یوده یا به تیو یهودیم، یعنی میدونه قانون اسرائیل را و یه شام نه ار اون ارا و هست اونجا یه بچه اسرائیل جوونی یا یه دختر بچه یه اسرائیل که یودیم به تیو هاینیان که قانونا بلدن مطار مجازه، پس آقا به شرط این که گویه قانونا ما را بلد باشه و یه اسرائیل دیگه یا یه بچه دیده باشه که به این شکل کلیریشون نریخته، اون مجازه. مجازه و لازم نیست که ما کده قلیپا جدا بکنیم. ببینید به طور معمول ما اگه یه گوی به تنهایی بیاد به ما شهادت بده، ما شهادتش رو قبول نمی کنیم. مثلا اگه گویه اومد گفتش که آقا من از این کلیه ریختم، تا زمانی که ما ندیدیم این شهادتش قبول نیست. بنابراین باید یه سنیف دیگه هم داشته باشیم که مجاز باشه، اولا قانونا رو گویه بدونه و دوما یه نعر یا نعرا یه دختر بچه یا یه پسر بچه دیده باشن و قانونا رو بلد باشن. اگه اونا هم دیده باشن میتونیم سرجمع کنیم به عنوان سنیف که بگیم گویه نیومده با کلیریشون بریزه، با کلیشنی ریخته. پس بنابراین این مهمه، ما به حرف اوبت کخاویم تکیه نمی کنیم. مثلا شما برید یه شیرینی فروشی، تو شیرینی فروشی بگید که آقا آیا شما شیرینیاتونا شیر میزنید یا نه، و گویه چه بگه آره چه بگه نه، ما به حرفش تکیه نمی کنیم. باید حتما برید ببینید. مثلا شما گوشتی خوردید، میرید شیرینی فروشی، میگید آقا این شیر داره یا نه، چه بگه آره چه بگه نه، ما به حرفش تکیه نمی کنیم، چون که گوی شهادتش قبول نیست، مگر اینکه یه سنیف دیگه باشه که بتونیم اونم در نظر بگیریم. خب یود گیمل ترنگولوت شنیم نگو یخت با کلی شنی. مرغ هایی که ملیگا میشن تو کلی شنی با هم دیگه بیاف میشه اخت مهم، یکی از اونها ترفا لون اسورها اخرود، بقیه آسور نشدن. ببینید ما گفتیم اگه مرغ و گوشتا اومد تو کلی شنی که آب داغ بود ولی کلی شنی قرار داد، که گفتیم بدی اول اگه حواسش نبود مجازه، حالا اومدیم و یکی از این مرغا ترفا بود، فرض کنید مثلا یکی از این مرغا سم تگیدیمش مثلا ایراد داشت. میدونید که سم تگیدیم قسمت رون مرغ، قسمت پایینش خیلی مهمه که خون مردگی نباشه، چون 16 تا سم تگیدیم اونجا اگه پاره بشه اونا وقتی زنده است مرغ یا سیاه بشه اون مرغ ترفاست. حالا فرض کنید شما اومدید مثلا چند تا مرغا تو کلیشنی که آبش داغ بود شستید با هم، بعد یکی از این مرغا را دیدید که آقا سم تگیدیمش سیاست یا خون مرده است و این نشونه ترفاست دیگه، به این شکل خب اون مرغا را دور میندازید، بقیه مرغا آسور نشدن، بقیه مرغا مجازن و میشه اونا را استفاده کرد. ولی اگه این مورد تو کلیریشون بود، یعنی تو قابلمه یه قضا اتفاق میافتاد، بعد قضامون 60 برابر بود که 60 برابر اون مرغه میشد که مجاز باشه، که حالا جلوتر به ذات هشم دانیم. پس کلیشنی
اگه یکی از این مرغا تو کلیشنی ترفا بود و یکم آب داغ بود، ما شستیم این مرغا را با هم، بقیه مرغا آسور نمیشن. خب اینم بگم ربو طبیب، ببینید دقت کنید که دستگاه پرکن، دستگاهی که پرکنه و با آب داغ کار میکنه، واضحه که ما نمیتونیم استفاده بکنیم. فقط از دستگاه پرکنی میتونیم استفاده کنیم که آب یخ فقط توش استفاده بشه. حتی بعضی دستگاه ها هست که دماشون هم آب گرمه ولی زیر 30 درجه است. با این وجود ما استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه ممکنه دماش بالا بره. خیلی از این پرکن ها درسته که دماش شما 30 میذارید یا زیر 30 میذارید و مجازه، ولی چون ممکنه دماش بالا بره ما تکیه نمی کنیم. بنابراین از پرکنی که آب داغ داره شما استفاده نکنید به ایش عنوان. فقط از پرکنی میشه استفاده کرد که آبش یخ باشه. خب بریم ادامه. یود دالت مهیم شمال گوباهم، آبی که ملیگا کردن با اونها با هم مواظب باشیم. شلول هخزیرام که بر نگرده لهرتیخام که اونا را دوباره داغ بکنه، که دل لیملوگ به خاطر اینکه دوباره ملیگا بکنه برای بار دوم، یا به خاطر اینکه با اونها ظروفا بشوره. یعنی ببینید شما با آبی که یه مقدار داغ بوده، کنیشنی مثلا بوده، اومدید مرغ و گوش شستید، دیگه نمیتونید این آب را داغش بکنید. آب را دوباره داغش نمیتونید بکنید و از این آب هم برای شستن ظروف و اینا نمیشه استفاده کرد. خب واضحه دیگه، حالا مخصوصا قدیم که به این شکل به وفور آب نبوده، ممکن بوده این کار انجام بدن، لازم بوده که ماران بیاد و اینا تأکید بکنن. بناهه گوشلول هشتمش و رسمه که استفاده نکنن از آب ملیگا اصلا، حتی اگه اونا سرده. یعنی آب ملیگاه، آبی که باش گوشت و مرغ شستید، حتی اگه سردم هست هیچ استفاده دیگه ازش نیاد بکنید، نیاد مثلا از ظروف باش بشورید و اینا. خب بریم تتوا، واضحه دیگه. ایم نیم نگاه ترنگولت بکلی شنی. اگه ملیگا شد، یعنی تو آب داغ رفت، یه مرغی تو کلیشنی تو مایتابه شیری، درست؟ ببینید یه مایتابه شما دارید، مایتابه ماسی، خب لبنی، این مایتابه توش آب داغه ولی آب داغه کلیشنیه. حالا یه مرغ شما تو این انداختید، افیلو هی بطیوما، حتی اگه 24 ساعت هم نگذشته، هکلی اون ظرفه و مرغه مجازه. چرا؟ چون کنیشنیه، چون کنیشنی اینومه بشه نمیپزونه. ایم ای رو همه این تخیلا، اگه اول آب ریختن اول ایم رو مهیم، اما اگه آب داغ ریختن بر روی مرغه، اگه سر مرغه پایین باشه بعضی آسور میکنن و یش میشه متین و هست کسی که مجاز میکنه. ببینید اگه مرغه اول رو تو ماهیتابه بوده، ماهیتابه هم توش آب نبوده، بعد شما میاید مستقیم آب میریزید رو مرغه، رو مرغه آب میره بعد رو مایتابه میره. اگه سر مرغه بالانی پایین بوده، بعضیا اینو آسور میکنن بعضیا مجاز میکنن. حالا خاله معصه اینه که مجازه، چون در هر صورت کلیشنیه دیگه و کلیشنی اینومه بشه. خب فصل بعدی به عزت هشم در مورد ملیخاست، یعنی قوانین نمک کردن، که به طور حالا مقدمه بگیم، بعد جلسه دیگه به عزت هشم سایفاشو میخونیم. به طور مقدمه اینه که باید دقت داشت که حتما قبل از استفاده گوشت باید نمک بشه. نمک قدرتی داره که خونی که داخل اعضاسا بیرون میاره. ببینید باید ما حتما نمک بکنیم، چون وقتی گوشتا میپزیم و این داره پخته میشه خوناشا پس میده. ما گفتیم شما خواستید گوشت خام بخورید، همین که گوشت را بشورید و بخورید کافیه، چون خونش هنوز بیرون نیومده. وقتی خون بیرون نیاد، دام اواریم وقتی بیرون نیاد، یا اینکه برانگیخته نشه بیرون بیاد، یا اینکه لخت خون نشده، مجازه. چرا پس ما میایم نمک میکنیم؟ چون وقتی گوشتا میخوایم بپزیم و تو آب قرار میگیره که پخته بشه و دما میگیره این آب، وقتی داره پخته میشه این خون داخل این گوشته بیرون میاد، پس اینه که آسوره. ولی گوشت خام اگه شما خواستید بخورید، به شرط اینکه پیش گرفته بشه و رگاش گرفته بشه و خون روش نباشه، میشه استفاده کرد. پس ما نمک میزنیم که اون خونی که داخل اعضاس بیرون میاد، که موقع پختن اون خونا بیرون نیاد. خب فقط هم با نمک میشه این کارا کرد دیگه. فرض کنید مثلا آقا یه ماده‌ای باشه که اونم بتونه خونا بیرون بیاره، قبول نیست، فقط نمک. شکر مخلوقات اخرانی ملفی آراب و ودیا با شکر هم نمیشه،
بعضی اخرانی میگن شکرم مثل نمک میمونه، ولی هلاخا نیست. هلاخا اینه که فقط با نمک، اونم نمکی باید باشه که حالا جلوتر میخونیم، نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشت. ریز خیلی باشه اونجوری که باید نمیتونه خونا بیرون بیاره، حل میشه. درشت هم باشه رو گوشت نمیمونه. بنابراین باید نمک معمولی، یعنی نمک شکری اصطلاحا میگن. اگه نمک درشت داشتید بکوبیدش تو خونه، بکوبید با مثلا چکش یا ونی چیزی کوبیده بشه که اینا ریز تر بشه، شکری بشه و به این شکل بیاد اونا نمکش بکنید. پس فقط با نمک میتونیم اون خونا بیرون بیاریم، یا یعنی اینکه اونا رو آتیش بگیریم. اگه جای بودید که نمک نداشتید، بعد از اینکه اومدید پیو رگای آسورشا گرفتید، میتونید اونا کبابش کنید. وقتی کباب کردید و قابل خوردن شد، میتونید استفاده بکنید. به عزت هشم اینا جلسه‌ای ادامه میدیم.